سلام دوستان، در این ویدیو سراغ گلچینی از بهترین عملیات نجات حیوانات توسط انسان ها میریم، از نجات یه خرچنگ کوچیک تا یه زرافه قد بلند. صاحبای این سگ خیلی نگرانن، نه تنها بین حصارها گیر کرده بلکه پوشیده از گله. کسایی که برای کمک اومدن فهمیدن با اون حالت نمیتونن بیرونش بیارن، در نتیجه اول حمومش کردن و بهش غذا دادن، اما چند ثانیه بعد دوباره همون اشتباه رو تکرار کرد. این فرد داره به یه توله سگ تنفس مصنوعی میده. این تنها راه برگردوندن حیوان بیچاره به زندگی بود و نتیجه هم داد. احتمالاً انتظار نداشتید یه شتر رو در هیچ جایی به جز بیابون گرم ببینید، اما انگار در چین هم کلی شتر وجود داره. مثلا این یکی تو آب گیر افتاد، در نتیجه برای نجات دادن حیوان مجبور شدن از یه بولدوزر استفاده کنن. دیدن شتر مرغ در یه آبگیر یخزده عجیبه. این اتفاق عجیب در باغ وحش پیتزبرگ افتاد. پرنده که در حال پرسه زدن در اون ناحیه بود، داخل یخ قدم گذاشت و در نهایت در آب یخزده افتاد. پرسنل سعی کردن اونو بدون رفتن به داخل آب بیرون بیارن، اما در نهایت یه نفر داخل آب پرید. حال شتر مرغ هم خوب بود، یکم مقاومت کرد و روی فرد نجات دهنده پرید، ولی بالاخره به خشکی برگشت و همه دست زدن. حتی حیوانات فرز و باهوش هم اشتباه میکنن. این گربه میخواست از یه سوراخ خیلی کوچیک عبور کنه، اما گیر افتاد. به علاوه اونقدر عصبانی بود که هر کسی بهش نزدیک میشد رو گاز میگرفت. به هر حال چند نفر به کمکش اومدن و تصمیم گرفتن با یه اره نجاتش بدن. اما گربه اونقدر عصبانی شد که حتی دست کسی که میخواست نجاتش بده رو هم گاز گرفت. با این وجود بالاخره تونستن این گربه بداخلاق رو نجات بدن. حیوانات دریایی هم بعضی وقتا به درد سر میفتن. مثلا در چین این نهنگ ها نیاز به کمک پیدا کردن. اونا در آبهای کم عمق نزدیک ساحل گیر افتادن و به خاطر گرمای شدید و نبود غذا نیمه جان شده بودن. نهنگ ها رو در داخل محفظه های بزرگی قرار دادن و کلی یخ داخلش ریختن تا بدنشون خنک بشه. در نهایت هر 9 حیوان رو نجات دادن و داخل دریا برگردوندن. گربه بعدی خیلی باهوش تره و از مردم کمک خواست، چون بچهش به درد سر افتاده بود. این گربه ناز چشمابی رو ببینید که زیر کنده درخت افتاده و نمیدونه چی کار کنه؟ این فرد با 2 انگشتش گردن گربه رو گرفت و اونو به آرومی روی زمین گذاشت. چرا این افراد اونقدر با احتیاط قدم برمی‌دارن؟ چون یه زرافه غول‌پیکر روبرشون قرار داره. حیوان تصمیم گرفته بود داخل استخر یه نفر آبتنی کنه، اما نتونست بیرون بیاد. حدود 10-12 نفر اومدن و حیوان رو از استخر بیرون آوردن. حیوان خیلی ترسیده بود، اما در نهایت نجات پیدا کرد. اینم نجات یک کره اسب جلوی چشم مادرش. این احتمالاً سخت‌ترین عملیات نجاتیه که در این ویدیو می‌بینید. تا حالا یه موس رو از نزدیک دیدید؟ این یه موس ماده است که 300 کیلو وزن داره و بیرون کشیدن همچین حیوانی از آب یخزده واقعاً سخته، اما بالاخره موفق شدن. آخرش هم ماساژ دادن تا گرم بشه. فقط حیوانات بزرگ به دردسر نمی‌افتند. حیوانات کوچیک هم معمولاً نیاز به کمک دارن. مثلا این خرچنگ کوچیک که می‌خواست محتویات تخم حلزون رو بخوره، اما داخلش گیر افتاد. خوشبختانه یه نفر در اون حوالی بود و نجاتش داد. این اسب در حاشیه یه رودخونه در قزاقستان گیر افتاد. حیوان بیچاره داخل گل گیر کرده بود و نمی‌تونست بیرون بیاد. هوا هم به شدت سرد بود. خوشبختانه با اینکه اونجا منطقه دورافتاده‌ای بود، یه نفر مسیرش به اونجا خورد و به کمک چند نفر دیگه نجاتش داد. حالا فقط کافیه یه دوش بگیره. یه کشاورز در چین این حیوان رو در مزرعه‌اش پیدا کرد. جغد داخل تور گیر افتاده بود و وقتی مرد نجاتش داد دید که بالاش زخمی شده. حیوان بیچاره رو نمیشد تو اون وضعیت تنها گذاشت. در نتیجه کشاورز اونو پیش دامپزشک برد. به نظرتون این ویدیو مربوط به یه اکتشاف باستانشناسی میشه؟
نه، این افراد میخوان یه بز رو نجات بدن و در نهایت مجبور شدن یه بیل مکانیکی بیارن تا نجاتش بده. بز هم با این جیغش از همه تشکر کرد. این یه پلیکانه که در آمریکا زیر چند تا سنگ پیدا شد. البته باید بگم این پرنده ها مرتباً به درد سر می افتن. تیمی که در تصویر می بینید مخصوص نجات دادن این حیوانه. دلیلی به درد سر افتادن این موجودات قلاب ها و نخ های ماهیگیریه که ماهیگیرهای حواس پرت در نزدیکی ساحل رها می کنن. این حیوان بیچاره در نخ های ماهیگیری گیر افتاد و از ترس زیر سنگ ها قایم شد. بهتر نیست بعد از تموم شدن ماهیگیری وسایلاتون رو بردارید؟ این مامورای پلیس میخوان یه حیوان خونگی رو نجات بدن. این سگ که اسمش لاکی بود از صاحبش فرار کرد. کنار یه رودخونه رفت و در نهایت داخل لونه سگهای آبی افتاد. خوشبختانه سگهای آبی خونه نبودن، اما لونه برای این سگ خیلی کوچیک بود. در نتیجه نیاز به کمک داشت. پلیس یه تونل کند و بعد از 2 ساعت تونستن نجاتش بدن. حیوان هم خیلی خوشحال شد. این اسب داخل یه رودخونه مواج گیر افتاده. فقط چند ثانیه فرصت داشتن نجاتش بدن. و خوشبختانه یه مامور پلیس محلی داخل آب میره تا به حیوان کمک کنه و داستان پایان خوشی داشت. این مرد یه ابرقهرمان واقعیه. پاهای این جغد داخل سیم گیر افتاده، در نتیجه نمیتونست خوب راه بره، اما مامورین آتش نشانی اونقدر سریع مشکلشو حل کردن که حتی خود پرنده هم هنگ کرد. ببینید چقدر تعجب کرده. این مرد بدون هیچ ترسی داخل آب میپره تا گاو رو نجات بده و این کار رو مثل فیلم‌ها انجام میده. به نظر میاد این حیوانات از بازی کردن در آب خوششون میاد. این گوسفند تصمیم گرفت آبتنی کنه و این مرد با دست خالیش نجاتش داد. اون یه قهرمان واقعیه، اما به خاطر این کار شجاعانش کمی هم مجروح شد. این سنجاب داره التماس میکنه تا نجاتش بدن. شاید فکر کنید آزاد کردنش راحت تر از نجات دادن یه شتر یا زرافه است، اما اینطور نیست. حیوانات کوچیک معمولا نمیفهمن که دارید کمکشون میکنید و مدام میخوان فرار کنن. وقتی حیوان افتاد پایین، نزدیک بود یه سگ بخورتش. مطمئنم این هیجان انگیزترین روز سنجاب بود. این کایوتی ها غمگین و در عین حال خنده دارن، چون شبیه یه لشکر شکست خوردن. نمیدونم چی کار کردن که داخل تور دروازه گیر افتادن. خوشبختانه چند نفر به کمکشون رفتن و با بریدن تور نجاتشون دادن. البته کمی هم احتیاط کردن تا یه وقت حیوان گازشون نگیره. اگه نمیدونید مشکل این حیوان چیه، به پنجه راستش نگاه کنید. این لینکس تو تله افتاده، اما حتی تو این وضعیت هم خیلی خطرناکه. در نتیجه لازم بود مرد احتیاط کنه. در نهایت همون تله دست مرد رو زخمی کرد، اما واکنش این لینکس رو بعد از آزاد شدن ببینید. انگار بالاخره فهمیده که فقط میخواستن کمکش کنن. این مرد داره میره یه کانگورو رو نجات بده. حیوانی بیچاره میخواست از روی حصار بپره، اما گیر افتاد. خوشبختانه یه رهگذر کانگوروی بیچاره رو میبینه و نجاتش میده. اون میگه احتمالاً این کانگورو حداقل یه روز تو این وضعیت قرار داشته، در نتیجه حتی دوست نداشت آب بخوره. بعد از نجات هم فقط به یه ماساژ نیاز داشت تا جریان خون به پاهاش برگرده. نمیدونم چطور یه تله سر از دریاچه داخل پارک ملی زامبیا درآورد، اما این اسب آبی داخلش گیر افتاد، در حدی که حتی نمیتونست روی پاهاش وایسه. قبلا عملیات های خطرناکی رو دیدیم، اما این ترسناکتری نشونه. باید اول یه دارت آرام بخش رو به طرف حیوان شلیک میکردن، وگرنه احتمالا همه رو له میکرد. در نهایت اسب آبی رو به لب آب آوردن و نجاتش دادن. حتی بعدش وقتی اینو پیدا کردن که دندونای غول‌پیکرش رو از نزدیک ببینن. حیواناتی مثل راکون‌ها و روباه‌ها مرتب سرشونو تو ظرف‌ها یا بطری‌ها می‌کنن و به درد سر می‌افتن. در این شرایط کمک کردن بهشون خیلی راحته. باید بدونید که خیلی از حیوانات جنگل حامل بیماری‌های هاری هستن و راکون‌ها حتی اگه این ویروس رو نداشته باشن خیلی خشن و تهاجمی‌ان. خودتون ببینید تا متوجه بشید. ممنون که تا انتها با ما همراه بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.